من علن نظری مدیر شرکت پارکلین کپرو، با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 4002 تماس بگیرید متشکرم دوستان با درود های گرم مسیح خدمتتون بعد از اندکی تاخیر امیدوارم خوب باشید الناتان باقستانی هستم در یک برنامه دیگه تحت عنوان روز هفتم امیدوارم هر جا هستید روز و شب براتون خوب بوده تا این لحظه و با ما خواهید بود حدود 40 دقیقه 50 دقیقه در خدمت تو خواهید بود در یک برنامه مفید از اینجا خدا رو شکر منم سلام میگم درود میگم به تک تک شما عزیزان خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت برای این مکانی که مهیا شده و این فرصت ایجاد شده که به منزلهای شما بیایم خدا رو یه شک. مهمانی هم اینجا داریم البته اگر دیدید به حال برنامه زنده بوده قبلش میفهمم که دوستان داشتن این کار در واقع خیرخانه میکردم و اینجا شلوغ بوده <applause> خب ما امروز همونطور که عیزان میدونن در این برنامه در واقع مسیحی در خدمت عیزان خواهیم بود تا اینکه از کلام زنده خدا با هم صحبت کنیم و ببینیم اراده خدا برای زندگی هر یک از ما عزیزان چی هستش عنوانیم که من امروز فکر کردم راجبش خوب میشه صحبت کنیم نازن جان. موضوع در واقع حقیقت هستش حقیقت و حقیقت راستی. چیه؟ حقیقت چیه؟ ام. سوال یه که همه میپرسن راستی چیست؟ نمیخواستم برم رفتم, رفتم. قفت ساختی که در رفتم ایسای مسیح وقتی داشتن به محکمه میبردند ازش با پیلاتوس ازش پرسید از ایسای هنشست مسیح هنشست. پرسید گفتش که من میخوام این آیه رو بخونم چون خیلی قشنگه عیسی مسیح گفتش که پادشاهی من از این جهان نیست من از این جهان پادشاهی نمیکنم اگه پادشاهی من از این جهان می بود خدا من جنگ میکردن تا به یهود تسلیم نشوم لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست اگه دنیاوی بود اگه مال این دنیا بود من خب شاگردانم با من میجنگیدیم تا پادشاهی کنیم پیلاتوس ازش پرسید مگه تو پادشاه نیستی؟ ایسا جواب داد تو میگویی که من پادشاه هستم از این جهت من متولد شدم و به جهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که از راستی است سخن من رو میشنود عیسی مسیح خودش گفت من اومدم تا به بله. راستی شهادت بدم یعنی راستی رو معرفی کنم به شما بگم که راستی چیه و پیلاتوس همینی رو میپرسه راستی حقیقت چیست. چیه؟ واقعا یه چیزی که مردم همیشه اینو دنبالش سوال هستش و میپرسن مخصوصا در مورد امور روحانی خیلی خیلی مهمه که هر کس یعنی در واقع حق داره هر کس بدونه که من باید به چی ایمان داشته باشم و اگه یه روزی از این دنیا میرم کجا میرم این حق مسلم هر انسانی هست خدا میخواد که مردم اینو بفهمن درک کنن مم. که در واقع حقیقت چیه همونطور در عهد جدید انجیل مقدس ما میخونیم که خداوند اراده خودش رو به این شکل به ما توضیح میده در کتاب اول تیموتائوس فصل 2 میگوید که زیرا که نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا که میخواهد جمعی مردم نجات پیدا بکنند و به معرفت راستی گرایان زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی هستش یعنی انسانی که عیسی مسیح باشه مسیح عیسی باشه حقیقتا حقیقتن عیسی مسیح راستیه و ایسای مسیح خودش گفتش که مهم. راستی رو میشناسید حقیقت رو میشناسید و حقیقته که شما رو آزاد بله. میکنه میدونی بله. بعضی وقتا معما ها هست چیزهایی هستش که ما خیلی چراها داریم و میخوایم بدونیم و به محض اینکه این معما این ها برای ما حل میشه این موضوع ها حل میشه این رازها حل میشه ما انگار آزاد میشه درسته انگار از اون بند از اون بلا تکلیفی از اون سردرگمی ما آزاد میشیم چرا چون راستی رو فهمیدیم بله پس خیلی مهمه این حقیقته که ما رو حقیقتا آزاد میکنه آمین آمین کلام خدا میگه در کتاب اما رسولان فصل چهار آیه دوازده میفرماید که خیلی واضح بدون تعارف اسم دیگری وجود ندارد که انسان نجات پیدا بکنه جز اسم مقدس عیسی مسیح ما میدونیم که عیسی مسیح برای گناهان بشر مرد و بعد از مردگان بعد از سه روز زنده شد تا بتونه از این طریق راه نجات رو برای همه انسان‌ها فراهم بکنه در کتاب اما رسولان فصل 16 و 31 میگد به عیسی ایمان بیارید که نه فقط شما نجات پیدا میکنید بلکه خانوادت رو نجات پیدا میکنه این اراده خداست خدا انسان ها رو نیافایده برای هدف پوچ واهی و بدون برنامه خدا برای هر کس یک هدفی داره برنامه داره میخواد که مردم نجات پیدا بکنن پس وقتی ما به زندگی مقدس عیسی مسیح نگاه میکنیم ببینیم که هیچ کس مثل عیسی مسیح راجع به حقیقت صحبت نکرد خیلی ادعا کردن راجع به حقیقت ایک لیست بلند بلن بلن شما شاید اگه برید توی گوگل بگردید پیدا کنید تو کتابخونه ها پیدا کنید اما حقیقت رو عیسی مسیح به طوری تعلیم میده که در واقع درش قدرت وجود داره کلام خدا میگه هر انسانی که از حقیقت جانبداری کنه و عیسی را در مورد در, در مقصود الهی به رسمیت بشناسه از لحاظ روحانی آزاد میشه و نجات پیدا میکنه حقیقتا و خود عیسی مسیح گفت عیسی مسیح گفتش که من راه و راستی و حیات بله، هستم عیسی بله. مسیح خودش رو به عنوان راستی معرفی میکنه عیسی مسیح همون راستی همون حقیقت که ما گم کردیم که دو دنبالش هستیم عیسی مسیح خودشه و میگه نزد من بیاید من راه هستم درسته. من راستی هستم من اون حیات ابدی هستم نزد من بیاید برای. و حقیقتا کسی که نزد این حقیقت این راستی بره حقیقتا آزاد میشه آمین آمین در, در همین انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32 عیسی مسیح میگه آنگاه حقیقت رو خواهد شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد و که راجع به حقیقت روحانی صحبت میکنیم یکی از چیزهای مهمی که واقعا باید یک شخص بهش فکر بکنه و در نظر داشته باشه که آیا اون شخصی که ادعا میکنه حقیقته آیا قدرت داره ابتدا خودش رو آزاد کنه آیا آزاد هست هستن و دومی قدرت داشته باشه دیگران آزاد بکنه چرا که ادعاها همیشه در طول تاریخ بوده خیلی ها ادعا میکنن همین روزم هم در این دور زمونه خیلی هست ادعا میکنه حتی نبی هستن یا اینکه یک ایدولوژی و یک طریقتی رو دارن ولی سوال اینجاست وقتی به زندگی اون فرد نگاه میکنی آیا میتونه به نفس امارش در واقع تسر داشته باشه آیا میتونه در زندگی خصوصیش در رابطه با ازدواجش در رابطه با اخلاقیات خودش اون چیزهایی که کلام خدا اشاره میکنه رو انجام بده یا نه و بعد اون شخص میتونه ادعا بکنه ولی ما میدونیم که اتفاق نمیتونه بیفته پس واقعا راستی چی هستش سوال سرینه راستی چیه در انجیل یوحنا هم که شما گفتید باب 14 آیه 6 میفرماید که عیسی مسیح من راه و راستی و حیات هستم کسی نمیتونه نزد خدا بره جز من من راستی هستم و من این اعتقاد دارم علاوه بر اینکه ما اعتقاد داریم خدا محبت خدا صبر خدا حکمت کلام خدا به وضوح به ما نشان میده که او راستی هم هست حقیقت نه اینکه راستی رو انجام میده در ذات خدای زنده اون راستی وجود داره چون که خدا حقیقت مطلقه راستیه فقط اونه که ما رو میتونه به راستی حقیقی دقیقا. هدایت کنه وگرنه راستی های زیادی هستن الان مد شده که تو دانشگاه و تو کالجا وقتی که درس میدن راستی حقیقت مطلق درس نمیدن میگن که برای هر کسی یک حقیقتی وجود داره خب که این کاملا ضد کلامه یعنی هر کسی برای خودش یه راستی بله. درست کرده بله. که کاملا ضد کلامه بله. کلام به ما معرفی میکنه که راستی یکیه در واقع هم تعلیم نیو ایجه نیو ایج مهم. که در خود آمریکا هم داره به سرعت متاسفانه در بین مردم رواج داده میشه که از همون خبر میانه اومده ما سالا پیش وقتی هندوستان بودیم اینو میدیدیم در ایران این این طرز فکر از همه راه به خدا خط میشه نیو ایج همینه میگه نیو ایج اینطور تعلیم میده و این دقیقا برخلاف کلام زنده خداست ما ایمان داریم یک خداوند مهم. یک نجات ها همه راه ها نمیتونه به خدا بره در همین استودیو هم که نشستیم شاید بشه از طریق مختلف وارد بشه ولی یک در وجود داره یک راه هست که شما میتونید وارد بشید و بیایید چقدر بیشتر تو زندگی روحانی نمیتونه همه راه ها حقیقت باشه شما وقتی نگاه میکنید وقتی که یک مذهب یک طریقه میاد و بعد از طریق شریعت خودش به ملت خودش ظلم میکنه به کسانی که ب... مثل او فکر نمیکنن ظلم میکنه بعد همه از بین برن الان در حال حاضر که ما اینجا نشستیم متاسفانه در این یکی دو هفته گذشته کلیسای جماعت ربانی ما رو در تهران بستند در مقابل دانشگاه تهران و چندی از دارم و کشیش ها رو دستگی کردن چرا؟ چون اصلا بر این عقیده اصلا که اینا نباید وجود داشته باشن در این مملکت پس حقیقت ها هم که نازن گفتن تعبیرهای مختلفی باید داشته باشه دیدگاه مردم ولی واقعا حقیقت چیه؟ من اتفاقا دیشب در جای جمع شده بودیم نازه انجان مطلب صحبت کردم در کتاب اول تیمو میگوید پولس رسول میگوید برای هر چیزی سفارش میکنم دعا کنید مناجات و شکراتون به حضور خدا بیارید برای جمعی مردم من نمیدونم چرا در بین ملت ما ایده هستن که نفرت دارن از یه ملت دیگه ای. اون ملت بعد از بین بره مرگ بر مرگ بر این اراده خدا نیست پس اون راستی نیستش چون خدایی که ما را آفریده نمیتونه چنین طرز ف... تفکری داشته باشه که یک عقیده یک ایدولوژی یک تفکری وارد بشه و بگه که مثلا ما برتری از بین بره فرق نمیکنه کی هستن میگه به جهت پادشاهان به جهت صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بریم پس اگه کسی ادعا میکنه که من حقیقت هستم یه فلسفه هست یک مکتبی هست یک آرمانی هست اولین خصوصیتش اینه باید باشه که در جامعه خودش تعلیمی رو که رواج میده و چیزی رو که به مردم میگه دینداری رو اولا به وجود بیاره دینداری به این معنا نیستش که حالا من بعد فقط به یک مکتب خاصی وس باشم بلکه اون طرز تفکر آدما رو به خدا وس کنه متاسفانه در این سی و خورده ساله که در بین هموطن ها ما نگاه میکنیم من فکر می کنم مردم به خدا نزدیک تر شدن شاید یک مکتبی اومده در کشور حاکم شده ولی واقعیت نیست سر هر کوچه سر هر محلی یه دونه فالگیر خونه باز شده شما بیا فال چی براتون میگیرم شما رو نمیدونم به کی نظر میکنم کیو به کی نظر میکنم بری قبور مردگان رو پرستش کن آیا واقعا این خواست خداست این دینداری نیستش این بت پرستیه این بت پرستیه کافیه برید در آ، آ، یوتیوب دنبال بگردید فیلم ها رو نگاه کنید کافیه با ایزانی که در داخل ایران اصلا صحبت کنید میبینید که چطور اماکنی که به حال حالا برای درآمده برای هر که از خرافات تاسیس شده و مردم رو از خدا دور میکنه همینجا هم هست مد شده انرژی درمانی مد شده فال قهوه برات میگیرم نمیدونم کف دستتو میبینم اینا کفر مطلقه پس اگه یک جامعه تحت فشار قرار میگیره از نظر مالی آرامش اقتصادی هر چیزی و میبینیم به قه قرار میره علتش همینه دوم میگه وقار متاسفانه ما میبینیم که در بین جوامع ما اینطور چیزا نیست میگه عمر خدا به سر بره میگه پس اگر یک مکتب یک حقیقتی وجود داره باید استاندارد خدا رو داشته باشه خدا که تغییر نکرده که خدا همون خدا هست ما فهم میکنیم مثلا اگه ما قرن کم هستیم حالا یه کرواتی اومده یه کت شلواری اومده خدا هم طرز تفکرش عوض شده کلام خدا میگه هزار سال برای خدا مثل یک روزه مثل یک چشم به هم زدنه خدا در امروز و دیروز و فردا که زندگی نمیکنه خدا در آن واحد در زمان حاضر هستش این مایم که بعد برگردیم و به خدا نگاه بکنیم به کلام او نگاه کنیم و حقیقت رو از او بپرسیم پس در نتیجه اگر ما ادعا میکنیم نازن جان که حقیقت هستیم اگر ادعا میکنیم راستی هستیم باید اون در واقع چارچوب و فاکتورهایی رو که خدا هم میگه در نظر داشته باشیم دقیقا و ایسای مسیح تو انجیل لوقا خودشو معرفی میکنه بله. و میگه که من حقیقت هستم میگه که من اومدم آزاد کنم درسته. اینجا در لوقا باب چهار آیه میگه روح خدا بر من بله. است اینجا ایسای مسیح داره میگه زیرا که من رو کرده تا فقیران رو بشارت قسمت بدهم و مرا فرستاده تا شکست دلان رو شفا بخشم و اسیران رو به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان رو آزاد سازم هللویا خدا رو شد که عیسی مسیح اومده از سال پسندیده خداوند با ما صحبت کنه یعنی اومده تا اینکه آزاد کنه اومده تا بشا بشارت چی بشارت یعنی خبر, خبر خوش. خوش رو اووردن به کسی اعلام کردن عیسی مسیح اومده بشارت بده که ما میتونیم راستی رو بشناسیم میتونیم حقیقت رو بشناسیم و آزاد بشیم درسته. ما انسان ها همش دنبال آزادی هستیم حیرته. دنبالیم که از این موضوع آزاد بشیم از این اسارت آزاد بشیم از این گفته ها یا چیزهای مختلف ما آزادی میخوایم آزادی حقیقی در مسیح هستش چرا؟ چون خودش هستش که ما رو آزاد میکنه بله. و وعده داده بله. وعده داده که شما اگه حقیقت رو بشناسی اگه راستی رو بشناسی یعنی من بشناسی به منی که راه و راستی و حیات هستم متوسل بشی اعتماد کنی یا ما میگیم که ایمان بیاری به ایسای مسیح حقیقتا آزاد میشه میدونی کسی که ادعا میکنه که من حقیقت هستم اول باید خودش آزاد باشه <applause> اون اون من نمیتونم کسی رو آزاد کنم یه خودم آزاد نیستم من دیروز شنیدم که یک شخصی میره بیرون منزل سیگار میکشه و بعد میاد منزل به بچهش میگه که سیگار کشیدن خیلی بده این شخص هر چه قدم تظاهر بکنه و این تصویر رو نشون نده یک اتفاقی که اینجا داره میفته که خودش در اون وجدان خودش میدونه چی من آزاد نیستم من خودم اسیر هستم عیسی <applause> <applause> مسیح که ادعا میکنه که روح خدا بر من است و اگر به من ایمان بیارید من میتونم شما آزاد کنم شما اگر زندگی مبارک عیسی مسیح در چهار انجیل نگاه بکنید مشاهده میکنید که او بر نفس بر شیطان و در نهایت بر مرگ پیروز میشه و پیروزی عیسی مسیح روی صلیب این فرصت رو به وجود میاره تا اینکه او بتونه بر ظلمت پیروز بشه ما هرگز نمیخونیم در طول تاریخ بشریت از زمانی که آدم و حوا سقوط کردن انسانی تونسته باشه بر تاریکی و ظلمت گناه پیروز شده باشه حتی اگر زندگی انبیا رو نگاه بکنه در عهد عتیق در تورات مشاهده میکنه اگر چون برگزیدگان خدا بودن ولی در زندگی خودشون آری از خطا نبودن و خودشون ادعا نمیکنن که من معصوم هستم میدونید تو فرهنگ ایرانی یک چیزی که وجود داره به خاطر هجب و حیای ماست، تعارف ماست، هرچی که هستش ما آدم رو معصوم میدونیم میگیم که مثلا بیهده از که که اسمشون پیامبر هرچی که هستش اونها معصوم هستن هرگز نمیتونی اتفاق بیفته اگر شخصی از نسل آدم و حوا به این دنیا آمده در بدن رحم مادر گناهکار هستش چون که از آدم بود که به نسل انسان گناه وارد شد اما در مورد عیسی مسیح میخونیم که او میاد برای این ظلمت پیروز میشه رسما بر روی صلیب و با قیامش بعد از سه روز از مردگان این رو برای ما هم به ارمغان میاره که وقتی به او ایمان بیاریم وقتی او را میپذیریم وارد زندگی خدا میکنیم او به ما این قدرت رو میده که ما هم بتونیم بر ظلمت و تاریکی پیروز بشیم پس حقیقت اینه حقیقت اینه که ش ش ما احتیاج به خداوندی داریم به نجات دهنده داریم که خودش هم پیروز هستش بله در رومیان باب هشت آیه دو رو من میخوام بخونم میگه مهم. که زیرا که شریعت روح حیات در مسیح ایسا مرا یا ما را از شریعت گناه و از موت آزاد گردانید یعنی شریعت یا مذهب ما رو تو بند میاره ولی فیض عیسی مسیح ما رو آزاد میکنه درسته عیسی مسیح اومد شریعت رو انجام داد و توسط روح القدس این شریعت در دلهای ما نوشته شده و در نتیجه ما آزاد هستیم. آزاد به چی؟ به انجام دادن شریعت. ما در مذهب نمیتونیم شریعت رو انجام بدیم. در مذهب نمیتونیم احکام خدا رو انجام بدیم. قادر نیستیم. این قدرتش رو نداریم. شریعت میگه دروغ نگو دزدی نکن زنا نکن قتل نکن ما نمیتونیم ما دروغ میگیم این این خصلت ماست ما نمیتونیم کارهای نیک انجام بدیم سعی میکنیم خدا برکتتون بده من میدونم خیلی از شما ساعت پیش خیلی کارهای نیکو انجام دادید خیلی کمک کردید برکت خداوند مال شماست ولی این از, از دل ما شریعت ما نمیتونیم قادر نیستیم که انجام بدیم پس عیسی مسیح خدای نادیده انسان شد شریعت رو برای ما انجام داد درسته. و کافیه که ما فقط ایمان بیاریم به کاری که عیسی مسیح کرد و این شریعت ازان ما میشه وارد دلهای ما میشه حالا ما میتونیم شریعت رو انجام بدیم حالا ما قدرت گناه نکردن رو داریم در نتیجه حقیقتا آزاد هستیم در آزادی هست. زندگی میکنیم اینجوری در مسترب نیستیم که آخ من امروز گناه کردم مسترب نیستیم که وای من دروغ گفتم خدا امروزه که منو بزنه ولی خدا محبته و کافیه به شیمان بیاریم خداوند ما رو از شریعت گناه و از موت آزاد گرده ای. زیرا آنچه از شریعت محال بود که ما بتونیم انجام بدیم چون که به سبب جسم ضعیف بود خدا پسر خود را در شبیه جسم جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد رسته. یعنی در جسم خدا قرار گرفت تا قربانی گناهان ما بشه و ما رو و به جای ما. آزاد کرد میدونید پس این حقیقته حقیقت کسی میتونه دای حقیقت بکنه که آنچه که گفته زندگی کرده و آن که زندگی کرده به دیگران منتقل بکنه اگر نتونه به دیگران منتقل بکنه مثل همون فردی اونه که میگه تو این کار نکن ولی خودش داره این کار رو انجام میده <applause> و نه فقط این در مورد ایسای مسیح ست میکنه که الان خود نشون میده این حقیقت وجود داره که وقتی ما به او ایمان میاریم حقیقت ما میتونه ما رو به بهش ببره ما میخونیم داستان عیسی مسیح رو که وقتی که روی صلیب بود در این واقعه که بسیار از شما دیگه این روزها هم فیلم رو دیدید هم انجیل رو شاید به دستتون اومده مطالعه که اگر ندارید با ما تماس بگیرید ما سعی میکنیم برای شما این نسخه رو بفرستیم حالا و بعد بخونید اونجا ما میبینیم که وقتی شخصی که تا آخرین لحظه داره به جرم دزدی و خلاف داره اعدام میشه در کنار عیسی مسیح و همراه عیسی مسیح همزمان در اون لحظه آخر به عیسی ایمان میاره میگه ای خدا من منو من به تو ایمان میارم او را به خداوند خودش خطاب میکنه و عیسی مسیح نویت رو بهش میده میگه تو امشب با من در فردوس خواهی بود امشب با من در بهش خواهی بود پس حقیقت اینه حالا اگر عیسی مسیح این ادعا رو میکرد و روی صلیب مرده بود هر چقدر مظلومانه ناحق و روز سوم از مردگان بر مثل بقیه به رحمت رحمت ابدی می ایرانی ایرانی میگن یکی که فوت کرد میگن به رحمت پیوست پس نمیتونست داشت درست باشه چرا چون مرده مثل خیلی از آقایون حالا چه آدمای خوب چه آدمای بد که ادعای کردن و بعد فوت کردن من برگردم بگم به من ایمان بیارید من شما رو به بهش میبرم ولی وقتی از این دنیا میرم دیگه بر نمیگردم چطور میتونه این حقیقت داشته باشه چون که من دیگه شما من دیگه نمیبینید ولی وقتی عیسی از مردگان زنده شد و قبر او خالی هست ادعای او و بعد میخونیم در انجیل در کتابای دیگه که چطور عیسی خودش رو بر بسیاری آشکار کرد یک بار بر 500 نفر بر شاگردان و به افراد مختلف خانوما و ما میبینیم که حقیقت این, این گونه حقیقت تحقق پیدا میکنه که عیسی ادعای خودش رو نشون میده پس ما مسیحی ما کسانی که مبشر انجیل هستیم بر اساس زنده شدن مسیح از مردگان قیام او از مرگ این ادعا رو میتونیم بکنیم که اگر به او ایمان بیارید چون او گفته من حقیقتم و او هرگز دروغ نگفته و از مردگان زنده شده پس اون حقیقت بتونه شما رو رستگارم بکنه هللویا هللویا و واقعا ما دنبال رستگاری هستیم دنبال آزادی هستیم برای همینه که چه بهتر که این حقیقت رو بشناسیم و این حقیقت ما رو رستگار بکنه درسته هللویا و یه چیزی هست بعضیا حقیقت رو میشنون ولی نمیپذیرن و به خاطر غرور دیگه دقیقاً اینجا در متا در انجیل متا از آیه 14 میخوانم و در حق فصل 13 آیه 14 میگه در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشه اشعیا نبوت کرده بود که به سم خواهید شنید و نخواهید فهمید بله. و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید یعنی چشم دارید ولی نمیبینید گوش دارید ولی نمیتونید بشنوید برای شما باز نمیشه زیرا قلب این قوم سنگین شده درسته. مغرور هستن نمیخوان و به گوش ها به سنگینی شنیدم و چشمان خود را بر هم نهادم مبادا به چشمها ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من یعنی عیسی مسیحشان را شفا بده درسته. پس اینجا میبینیم که چقدر دل خودشون سخت کردن چشماشون رو بستن که مبادا ببینند و نجات بیابند مبادا رستگار بشن بعضی دیدین میدونن که حقیقت اینها ولی مقابل رو میکنن میدونید یه شخصی که مغروره و متعصبه وقتی که تو بحث هست دارن مجادله میکنن دارن بحث میکنن حالا میتونه سر مذهب باشه میتونه سر فوتبال باشه میتونه سر سیاست باشه با <تصفيق> <تصفيق> هر بحثی که پیش میاد وقتی که شخص میخواد خ... حرف خودش رو بشونه اونجا میبینیم غرور هستش درسته. و اینجا همین دارن خودشون رو میبندن به حقیقت لیکن خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینید و گوشهای شما زیرا که میشنوند زیرا هر, هر آینه به شما میگویم بسا انبیا عادلان اونها میخواستند که چنین روزی رو ببینند آنچه که شما میبینید اونها ببینند ولی ندیدند و آنچه که میشنوید بشنوند ولی نشنیدند ولی اونا ندیده ایمان آوردن خوشا به حال شماها که میبینید و ایمان میارید بله این تصادم نیست که دوستانش شستن در این برنامه رو میبینن یا حتی تکرار این برنامه رو میبینن امروز به نظر من برخلاف بسیاری که ایرانی ها را لعنت شده میبینن بدبخت میبینن و فراموش شده از طرف خدا میبینن بنده معتقدم در سی خورده سال گذشته مثلا این روزها خدا به طور خاص نسبت به ایرانی ها و فارسی زبان ها تفقد داره و خداوند داره از طریق همین دوربین ها از طریق تکنولوژی داره و خواب و رویات داره با ملت ما صحبت میکنه خدا میخواد ملت ما نجات پیدا بکنه دوستان عزیز فراموش نکنید اجداد ما جزو اولین افرادی بودن که عیسی مسیح رو ملاقات کردن جزو اولین افرادی بودن که پیغام نجات بخش انجیل رو به کشور خودشون یعنی پارس برگردوندن ایران فارس برگردوندن و دست روزگار به خاطر در واقع چیزی که مردم دیگه از تاریخ با خبر هستن اون مملکت رو به جای رسون که حالا امروز دیگه مسیحیانی که تا چند سال پیش به آزادی داشتن زندگیشون میکردن حالا مجبورن که آواره همه جا بشن چون که دولت مردان ما نمیخوان که این گونه تفکرات وجود داشته باشه ولی من بارها گفتم در این ده سالی که بیشتر ما جلو جل دوربین دوربینا میریم و خدمت میکنیم خدا ایرانی ها رو داره ملاقات میکنه و وقتی خدا ایرانی ها رو ملاقات میکنه و برای اونا برنامه داره هیچ قدرتی آمی. هیچ قدرتی دوستان نمیتونه جلو خدا رو بگیره البته جلو کلیسا ها میتونه بسته بشه افراد میتونن در واقع ترور بشن خیلی اتفاقا بیفته ولی تاریخ نشون داده کمونیست با اون عظمتش بعد از هفتاد سال زانو زد در برابر مسیح و اعلام کرد که او خب خداست امروز بسیار از کشورهایی که یه زمانی حتی اگه یک نسخه انجیل شما میداشتید دستگیر میشدید امروز کلیساها و میسیونرهای بسیاری دارن خدمت میکنن در اونجا مثل بلغارستان، رومانی و کشورهای دیگه مثل چین حتی هنوز در چین خفقان هست ولی باز دوباره میبینیم فعالیت های بسیار زیبایی هست در نتیجه دوست من که شما این برنامه نگاه میکنید من نمیدونم شما کی هستید نمیدونم در افکارتون چی میگذره مخالفید موافقید ما رو دوست دارید ما رو دوست ندارید دارید گریه میکنید خوشحال هستید در چه حالتی هستید میخوام این نوید رو به شما بدم حقیقت یعنی خدا توسط عیسی مسیح میخواد وارد زندگی شما بشه شما رو رستگار بکنه شما رو از اسارت بیرون بکشه و نه فقط همین بلکه زندگی جاودان رو به شما عطا بکنه امید. این فیض خداست شما میگه من لیاقتشو ندارم من میشنم از مردم میگن خدا کجا من کجا من انقدر کثیف گناهکارم که اصلا فکر نمیکنم خدا بخواد منو ببینه اتفاقا خدا دنبال شما اومده عیسی مسیح گفتش که مریضان احتیاج به طبیب دارن و او آمده کلیسا یعنی همین ما یادمه که همیشه میگیم میگیم اگر بخوام جلو در کلیسا یک تابلوی بذاری بعد بنویسیم به دار و شفای عیسی مسیح خوش آمدید تشریف بیارید اونجا چون عیسی میتونه شما رو آزاد کنه یه روز عیسی مسیح ما رو آزاد کرد و امروز داره آزاد میکنه هر روز از نفس از قدرت در واقع طبیعت نفسانی انسانی ما رو داره آزاد میکنه و این میتونه برای شما اتفاق بیفته این یک حقیقته اما انتخاب با شماست همسرم گفتن که شیطان پدر دروغگو و دروغگوئه خیلی ساده بچگانه به شما میگم خدا خوبه شیطان بده خدا خوبه شیطان بده خدا هرگز فکر بعد برای شما نداره هیچ برنامه بعدی نداره شما میگید چرا پس من مشکل جسمی دارم این خاص خدا نیست این نتیجه گناه انسان هستش که آید انسان شده اما عیسی مسیح مظهر ذات خدا نایده به دنیای ما اومده تا ما رو نجات بده ما رو آزاد کنه ما رو شفا بده تا اگه احتیاج داریم بسیاری هستن که مشکل شما رو ندارن از نظر جسمی از نظر روحی ولی اونها مشکلات زندگی خودشون دارن غم های خودشون دارن اما عیسی مسیح به سراغ شما آمده ما هم با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکنیم مثل بسیاری از شما اما به قوت خدای زنده نه به قوت یک امام یک پیغمبر یک رهبر یک فیلسوف یک شخصی که در تاریخ بوده حالا هر چقدر خوب بوده یا بد بوده ولی امروز اینجا نیست که من کمک بکنه اما راجع به داریم مظهر ذات خدای زنده صحبت میکنیم که الان کنار شماست اینجا فقط نیست کنار ما فقط با ما نیست با شما هم هستش حتی اگه داری گناه انجام میدید حتی اگه دارین یه کاری میکنین که خدا دوست نداره خدا فراموش نکن دوستان عزیز با شما دشمن نیست از شما متنفر نیست از گناه شما متنفره خدا گناه رو نمیتونه حذف بکنه، خدا نمیتونه گناه رو ببینه اما میتونه گناهکار دوست داشته باشه میتونه گناهکار آزاد بکنه میتونه وارد زندگی گناهکار بشه و یک زندگی پاک و مقدس به بده پس اگر شما جز اون دسته افرادی هستید که میگید من باور ندارم اینا خرافاته اینا دروغه اینا رو برای منافع شخصیشون دارن انجام میدن هفته گذشته بعد از برنامه تلویزیونی دوستان وقتی به همین شماره تماس گرفتن میگرفتن یه آقای تماس گرفته حالا نمیدونم اینا کی هستن و چی هستن و ایشون گفته بود آقای کشیش دست از این کارات وردار چقدر میخوای ثروتمند بشی چقدر میخوای معروف بشی و غیر و زالک. ما فکر نمیکنیم کلیسا جای خوبی برای ثروتمند شدن یا معروف شدن باشه شما اگه برید تو خیابون کار اشتباهی بکنید تلویزیون هم بلا فاصله شما نشون میدن اونجا سریعتر معروف میشید ما اینجا هستیم که شما رو خدمت کنیم داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که یک روز در زندگی ما اتفاق افتاد خداوند آمد به خاطر رحمت خودش به خاطر لطف خودش ما را آزاد کرد و ما زندگی نو بخشید و امروز اومدیم که به شما بگیم همین فکر رو خدا برای شما داره آمی. اما انتخاب با شماست انتخاب با شما شاید مذهب شما شاید تفکر شما با اسلحه و شمشیر و اینا بیاد بخواد شما رو نگه داره اما مسیح هرگز با این چیزا نمیاد او جنتل هستش کلام خدا میگه میاد بر در قلب شما میکوبه اگه در قلب تو باز کنی وارد میشه حق با شماست اگه میخواید به او ایمان بیاد اگه میخواید رو رد کنید کلام خدا میگه عیسی مسیح آمد نور آمد اما مردم تاریکی رو دوست داشتن بسیار رو رد کردند اما روزی خواهد رسید که شما باید در, در جلوی تخت خدا بیستید و اون موقع است که خدا از شما خواهد پرسید با نجات من چه کردی؟ با اون حقیقتی که در چنین برنامه شهیدی یک عزیزی با شما صحبت کرد چگونه واکنششون دادی؟ آیا اون رو پذیرفتی؟ آیا اون رو رد کردی؟ امروز روز نجات عیزان کلام خدا میگه امروز روز حیات هستش امروز خدا میخواد زندگی شما رو عوض کنه به عبارتی پیغام انجیل یعنی خبر خوش مال زندگی سر نیست وعده سر نیست بلکه امروز در زندگی شما میتونه اتفاق بیفته اگر صد سالی که زندگی کنید اگر امشب آخرین شب زندگیتون باشه کافیس بگید سایه مسیح از تو دعوت میکنم ای حقیقت ای راستی وارد قلب و زندگی من بشو او چالش کنید دوستان ما ایرانی میگیم به شرط چاقو بیاید اون رو چالش کنید بگید سو اگه تو هستی این آقای کشیش این خانم کشیش دارن صحبت میکنن اگه تو حقیقت داری الان وارد زندگی من بشو و من قول میدم که او شما را ملاقات خواهد کرد در مزمور 119 بفهم شما این آیه رو بخونید آیه 45 میگه به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وسایه تو را طلبیدم به آزادی راه را خواهم رفت چون که اوامر تو را انجام دادم مطیع کلام تو بودم و در نتیجه اطاعت از کلام خداوند ما میتونیم به آزادی مطلق راه بریم پس اگه این دعا رو کردید از عیسی مسیح خواستید وارد قلب با و زندگیتون بشه نجات او را پذیرفتید به او ایمان آوردید مطمئن باشید از این لحظه به بعد در آزادی او زندگی میکنید در, 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 در آزادی او شما به سلامتی زندگی میکنید و محتاج به هیچ چیزی نخواهید بود نگران این دنیا نباشید احتیاجات این دنیا به او نگاه کنید چون او صاحب شماست بله. صاحب زندگی ببین مسیحیت شخصیه رابطه این شخص من با خدا مسیحیت کشوری نیست شخصیه و خدا رو شو که مذهب نیست مسیحیت که ما بخوایم سخت کلنجار بنیم تا شریعت انجام بدیم بلکه شریعت در بطن ماست و ما میخوایم لذت میبریم روزمره داریم انجام میدیم و بسیاری درخواست آزادی کردن خیلی درخواست های دعا ما اینجا داریم و خدا رو شکر برای تک تک شما عزیزان موقع. که تماس میگیرید در بله. دعاتون رو میدی و میدونم در این روزا چقدر مشکلات هستش میخواین الان فرصت هست ما حتما دعا درخواست... میتونیم بکنیم بله. بله. در آخر... دوستان میتونن همین الان هم با شمار تلفن های ما تماس بگیرید در خصوص شماره تلفن همین شماره ای که این زیر هست 949 681 8000 این شماره تلفنی ای که من یا همسرم به شما جواب میدیم کلیسا جواب میده مال استودیو نیستش اینجا و درخواستاتون میمیسه اگر لازم لازم نمیرید که اینجا گفته بشه یا میخواید خصوصی صحبت کنید احتیاج به مشورت دارید احتیاج دارید که به یک نوعی ما با شما وقت بذاریم دعا بکنیم در اختیار شما هستیم کلیسای ما در ش... منطقه ولی در شهر نورتریچ در خدمت شما هستیم تماس بگیرید اگر در مسیر دورتری هستید. در استیت دیگه در شهر دیگه به کلیسای اینترنتی ما که هر جمعه ساعت 9 نیم صبح به وقت کالیفرنیا لس آنجلس برگزار میشه میتونید شرکت کنید تصویر و صدای ما رو ببینید با ما دعا کنید با ما سرود بخونید در فیسبوک ما الناتان باقستانی اسم یکی از ما رو اونجا بنویسید توی گوگل بالاخره فیسبوک پیدا میکنه مم. و هزاران نفر با ما هستن در فیسبوک ما در توییتر ما که باهاشون دعا میکنیم خدمتشون میکنیم و اینا فقط قسمتی از این عزیزان هستن که ما میخوایم براشون چطور اسمشون رو بگید و مطالبشون رو بگید چون وقت بله است... سارا از سوئد درخواست دعا کردن برای بچهشون که در ایران گم شده بله و شوهرشون مم. گویا بچه رو برداشتن. دوزیدن ها بردن بله. آخه. محسا دعا خواستم برای خودشون برای برادرشون برای رابطه پدرش پرماجرای پرماجرای با بله. یه دختر برادرشون بله از این <تصفح> کارایی که کار ازشون میده سوهیلای عزیز درخواست دعا کردند و خدا رو شکر میگن که چقدر برکت گرفتن از ماهنامه تبدیل گفتن نوشته هاتون رو میخونن ناهید جان درخواست دعا کردن برای کارهای اداری که وکیلشون یاری کنه سلماز خودمان. از فوت پدرش رنج میبره و درخواست دعا کردن حتما عزیزم براتون دعا میکنیم سهر جان برای نتیجه آزمایشات سرطان درخواست دعا کردن محمد رضا دعا کردن که از ایتیاد آزاد بشن ماریا خانم ماریا دعا میخوان برای شرایط روی همسرشون ماریای دیگری هست که برای خانوادهشون دعا میخواسته مثل اینکه خودکشی کرده سمره عزیز ایشون مشکلات متعددی یه دفعه همه چیز بر سرش ریخته دعا میکنیم حتما لیلا برای دخترشون دعا خواستن آقای شهریار برای مصاحبه ای که در پیش دارن دعا خواستن ندا از کار بیرون شده برای کار خواستن دعا بشه آذرجان از ترکیه احتیاج مالی دارن بله. المیرا از ترکیه درخواست دعا کردند و مونیکا از ترکیه و گفتن که امروز برنامه روز هفته رو دیدم خیلی عالی بود برای ترس من دعا کنیم حتما عزیزان در رو ما وفادارانه می و دعا میکنیم بله. خدا من در نام ایسایم مسیح ایسای در نام ایسایم هستیم تو این درخواست رو میدونی تو نزد این دلشکستگان هستی ای خدا تو کنارشون هستی سلامت. دعا میکنیم در نام عیسی مسیح هر مشکل رو برداری هر ترس رو برداری دوست. هر ناامیدی هر اسارت اعتیاد شفه. هر افسردگی و خداوند رو که منجر به خودکشی میشه ناامیدی و ای خداوند تو برداری به جاش امید ببخشی م. چون تو گفتی فکرهایی که برای ما داری فکرهای عالی فکرهای امید بخشه فکرهایی که امید. در آخرت ما رو کامیاب میکنه ای خداوند این فکرها رو خداوند را عملی بشه در زندگی های بله ما تک تک این از زن لمس کن مشکلاتشون رو بردار در نام عیسی مسیح و شادی امید. آرامش سلامتی قوت و نجات تو جاری بشه امید. در نام عیسی خداوند آمین آمین همه طور برای بیننده‌های عزیزمون دعا می‌کنیم خداوند خدا اگر ما بله اونها رو نمیشناسیم نمی‌بینیم برای تو میبینی خداوند بله خدا چیزی نیست که نزد تو مخفی باشه بله هر چیز بله مخفی نزد بله تو ایانه چه کسانی که دلشون شکسته چه کسانی که ناامید هستن چه, بله چه کسانی که بیماری‌های روحی و جسمی دارن بله خداوند ای خدا بله. خدا این یک حقیقته که بله تو منشع شفا هستی خدا, بله خدا ما انسان ها رو ببخش که متوسل میشیم به چیزهایی که دروغین هستن مثل مردگان مثل چیزهایی که تو متنفری خداوندا چون که تو حاضر هستی که انسان هایی رو که محتاج هستن همین الان از احتیاجشون رستگار کنی خداوندا شفا بده ای خداوند تو قول داده ای خداوندا که هرگاه به نام من دو نفر چیزی رو بتلبن متحد بشن بله. به اونها داده میشه ای خداوندا باب عزیزان و متحد بشیم خداوند در هر جایی که نیاز سنجز دارن ای خداوند الان شفا و آزادی رو اعلام میکنیم ای خداوند اگر آمی. در مشکل فقر هستن تن دست تنگ دستی هستن او خداوند از ثروت خود درها رو باز کن خداوندا خداوند تو عزیزترین و نزدیکترین کسی هستی که ما را بیشتر از هر کسی دوست داری خداوند یک حقیقته که تو خالق مایی تو ما را دوست داری و تو قادر مطلق هستی خداوند عزیز خداوند. پس دروخ شیطان را الان به نام ایسای مسیح باطل اعلام میکنم و در عوض دعا میکنم خداوند همی الان عزیزانم در قلبشون رو برای تو باز کنن ای خداوند, خداوند و از تو دعوت بکنن که تو وارد قلبشون بشی ای خداوند عزیز خداوند. و رستگار بشن ای خداوند و زندگی جاودان پیدا بکنن ای خداوند آن چیزی که محض فیض خودت به رایگان برای انسان آورده ای خداوند برای که ما حقیقت رو شناخته ایم و حقیقت ما رو آزاد کرده خداوند. و دعا میکنم ایران و ایرانی خداوندا حقیقت خداوند. رو همین امشب بیا به بی خداوندا. بله خداوندا آزاد خداوند. بشه خداوندا از ایز تمام ایز. تنگ دستی ها از تمام این هلیلویه. لعنت هایی که در زندگی بله مردم خداوند. یکی بعد از دیگری داره جریان پیدا میکنه خداوندا ایران رو آزاد کن خداوندا خداوند. چون تو گفته ای ما ایمان داری و باور میکنیم در نام قدوس عیسی مسیح آمین، آمین،, آمین 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 من خواهش میکنم عزیزان همونطور که با ما آمین میگید با ما تماس بگیرید در آمین. طول هفته اگر این برنامه رو تکرارش رو ما صدها برنامه داریم که شما میتونید برید در ویموی ما حتی به تازگی ها در یوتیوب هستیم آرشیف های برنامه های ما رو که تالیه مختلفی اصلا تماشا کنید برنامه های خانوم ها مجاله زن برنامه جوانان برنامه دو نفری که با هم داشتیم و مهمان دیگه به فیض خدا در اندی زود مهمانه خواهیم بود داشت در بین ما اگر در منطقه لس آنجلس زندگی می کنید از شما دعوت میکنید به کلیسای ما تشریف بیارید ما دو هفته دیگه سمیناری خواهیم داشت با جناب دکتر شایسته دکتر دانیال شایسته ایشون اسلام شناس هستن ادیان شناس هستن اینجوری بگیم ایشون سالها رئیس جهاد سازندگی در ایران بودن و به حال چیزی که مقام هایی که داشتن حتما در این برنامه خواهید دید دوباره ایشون ایشون با ما هستن که در مورد بشارت خبر خوش صحبت کنن مایلیم که تشریف بیارید دو هفته دیگه بتونید تماس بگیرید آدرس بگیرید غیر از اون هر هر زمانی که دوست دارید ما در خدمتتون خواهیم بود اگر به فیسبوک ما برین از انجان. چون فیسبوک پر شده مدت هاست و ما یک پیج دیگه باز کردیم اگر میبینید بسته است نابید نشید برید دنبال پیج ما بگردید به زودی هم تبلیغات چه دوباره در هفته دیگه و اونجا میتونید تشریف بیاد و از مطالب روزانه که در خدمت شما هستش بهره ببرید نازنین چیزی رو شروع کردن به صورت یک دقیقه هر روز به صورت ویدیو در خدمت شما خواهد بود هر روز میتونید اسمش گذاشته بودید چی نان روزانه چیزی گذاشته اسمش من یادم نمیاد. کلام خدا برای خدا. امروز برای امروز آره بندم یک پیغامی رو به صورت تصویری و عکس هر روز در اختیار عزیزان در فیسبوک میذارم تحت عنوان به سوی کامیابی از کلام خدا، تجربیات و سخنانی که اجازه بده خدا بگیم از امه. ماهنامه تبدیل برید استفاده کنید، برکت بگید ماهنامه امه. تبدیل الان جون در نایم امیدوارم این هفته در بیاد ولی ماهنامه شماره ماه بسیار قشنگ و محتویات خوب در اختیار شما ایزان هست اگر میخوان تبلیغات شونه بذارن اگر میخوان تهیه کنن به صورت چاپی یا ایمیلی میتونید دریافت بکنید به حال همه اینا در فیسبوک در وبسایت ما سیما مسی که دوستان بارها گذاشتن شما میتونید به مطالب فارسی ما رو تهیه بکنید که آمین. به این شکل هم بشه شما رو خدمت کنید آمین خدا رو آمین آمین خدا آمین. برکتون بده پس در طول هفته حتما با ما در تماس باشید درخواست های دعاتون رو بفرستید چه با تلفن چه با ایمیل و هر صورتی خدا رو برای تکنولوژی ما در خدمتون هستیم خدا رو شک... تشکر بکنم از عزیزانی که در واقع عزیزی جناب برادر عزیز و آقایی که گفتن اسم من نیارید این هزینه رو درو تحمل میکنن به ما میدن به حال همچین ارزون نیست که جلو دوربین بیاد شما صحبت کنید و حمایت میکنن که ما بتونیم جلو دوربین واقعا تشکر میکنیم دعا میکنم واقعا خداوند برکت بده در واقع شغل ایشونو و بیزینس ایشونو و اگر دوستان مایلید ما هیچ وقت اینجا این کارو نکردیم ولی اگر مایلید که همچین برنامه رو حمایت بکنید ما در خدمت شما هستیم حتما معافیت مالی خواهید داشت و این در واقع هدایا صرف چنین برنامه‌ای میشه من تو دعا میکنم که به زودی ما به رادیو 670 هم بریم چند روز این تو فکر من اومده خداوند در باز کن که عزیزان به صورت رادیویی هم ما رو بشنون در واقع داریم رادیو ای اف سی ام رو که به صورت فایل ها هستش عزیزان میتونن تهیه کنم در وبسایت ما ولی به این شکل که هفته یک بار بریم در رادیو هیچ وقت این کارو نکردیم مشغلات داشتیم به حال همه اینا هزینه داره ماهنامه تلویزیون وبسایت کریسا همه اینا این تبلیغ ها, این اعلامیاره که آماده کردیم روز کریسا نشون گفتم چقدر کارا صورت میگیره به امید خدا که ما بتونیم در منطقه مثلا لس آنجلس عزیزان ما رو میزبانشون باشیم و بتونیم خدمتشون بکنیم بنابراین پس دوستان میتونن اگر اطلاعات بیشتری میخوان میتونید با این شماره تماس بگیرید و در خدمت باشیم اما حقیقت امروز هم آزاد میکنه هیچ هیچ دیر, دیر نیستش فکر نکنید از من گذشته دیر شده من در دعا دیدم خانمی رو که دارن گریه میکنن سال خورده میگن هیچ کس به فکر من نیست من تنها هستم تمام بدنم درد میکنه نه شما آخی. تنها نیستید خداوند شما دوستتون داره آمید. کنار شما هسته آمید. شما رو خدمت خواهد آمید. کرد خداوند میخواد شما رو برکت به شما آمید. خلقت دستو هستید من دیروز به عزیزی میگفتم گفتم اگه عیسی مسیح برای گناهان ما اینقدر ارزش قائل بود که اومد رو صلیب مرد و زنده شد چقدر بیشتر برای احتیاجات ما ارزش قاره یعنی بیزینس ما یه بار عیسی ها... یه بار عیسی مسیح گفت وقتی یه فلج آوردن که شفا بده عیسی مسیح پرسید گفتش که برو گناهانت بخشیده شده و بعد پرسید کدوم سختره شفا بخشیدن جسمت یا آمرزش گناهانت و خب ما میدونیم که شفا دادن خب به خیلی صورتها ما میتونیم با دارو خوردن شفا بگیریم با نزد دکتر رفتن شفا بگیریم ولی این ایسای مسیحه که فقط میتونه گناهان ما رو بیامرزه و گناهان ما رو ببخشه پس هیچ انسانی نمیتونه گناهان ما رو ببخشه هیچ مذهبی هیچ پیغمبری هیچ کسی جوابی برای گناه انسان نداره جز عیسی مسیح خداوند پس او تنها امید شماست تنها کسیه که میتونه به شما حقیقت بگه راستی و بگه و شما رو از گناه آزاد امید. کنه آمین آمین آمین. و وقتی شما رو از گناه آزاد میکنه دیگه چه چیزی براش سخته دیگه شفا امید. دادن نمیدونم مشکل مالی حل کردن اینا کاری نداره برای عیسی بله. مسیح فقط کافیه که از او بتای مسیح گفت به شما دا خواهد شد دوستان عزیز ما برنامه در همین جا اختتام پیدا میکنه تشکر میکنیم از مسئولین این شبکه دعا میکنیم مسئولین صاحب این شبکه و تمام همکاراشون خداوند زندگیشون برکت بده آمین. آمین. هر آرزویی که دارن بهشون برآورده بکنه آمین. تا هفته بعد که در خدمت شما بخواهیم بود شما رو به دست خدا میسپاریم دعا میکنیم هفته بسیار خوب داشته باشید هفته آینده ساعت هفت شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما خواهیم بود خدا نگهدار شبتون بخیر Alan Nazari, President of Parkland Capital. With 23 years' experience in real estate lending, I'm here to help you find and identify the program that suits you the best. Especially if you have an FHA loan in today's market, there are programs that will help you qualify without any income information or even having to appraise your property. Give me a call today at my office, area code 408 205 4002, to find out if you're qualified. Thank you.